چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم با خودم حرف میزنم یا با مهمونام. امروز یه مهمون خیلی باحالی دارم که کلی هیجان دارم برای این کانورسیشن که قرار امروز با هم داشته باشیم. خیلی هم در مورد چیزی نمیدونم که اینا همیشه جذاب‌تر میکنه این پادکست رو. ولی قبل از اینکه اون برسیم، اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM میتونید توی یوتیوب، تویتر، اینستاگرام، تلگرام و جای دیگه پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچولویی به فاندریزرم بکنید برای پادکست یا موزیکام، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید. و توقعی هیچ وقت از کسی ندارم که حتی یک سنت کسی بفرسته. بیشتر حالی هم که میتونید بدید که فقط این پادکست رو شیر کنید با دوستاتون و این ورانور لایکش کنید و از این حرفا. و واقعا دمتون گرم که تو الان کنارم بودین و هوامو داشتین، چون واقعا بدون شما من نمیدونم چی کار میکردم. مهمون امروز یک حالا من دوباره فارسی دوباره کلمه فارسیش دارم میگم، مربی ورزشی امیدوارم دارم پرسنال ترینر، حالا خودت بهتر برام میگی، و کلن آدم خیلی خفن و نمیدونم لایف کوچ هم میشه بهت گفت یا نه، موتیویشنال، همه چیز پرسنال، خفن، خرکار، ورزشکار سالمه. این دوست عزیزم سبا، که سبا توی اینستاگرام با هندل tasteoffitnesss TASTEOFFITNESSS سه تا S داره آخرش، میتونید پیدا کنید. و کلی هم اتفاقا آدم هم به پیغام داده بودن که چقدر خوشحالیم که قراره با سبا صحبت کنید. سبا خیلی خوش اومدی به برنامه مستی و راستی. قرمونت رام جان، خیلی من خودم هم هیجان زده هستم و همون بچسبیم به پرسونال ترینر، چون اون لایف کوچ و اینا خیلی دیگه به نظرم فلسفی میشه، گسترده میشه. آره من دوستان که میگم، چون داشتم همینجاشم تو این چند روزه ویدیوهاتو نگاه میکردم و داشتم میذاره سعی میکنم معمولا در حد خیلی سطحی ریسرچ کنم در مورد مهمونایی که یوم تازه معرفی میشه، چون اینجا برای خودم جذاب تره به جای که برم تاریخ زندگی تو ویکی‌پدیا بخونم ببینم کیو چی کار کردی. همین که چند نفر من میگن آقا این آدم خیلی باحال و به درد برنامه میخوره، به نظرم خودش نشونه ایه که باید با حرف بزنم. من دوست داشتم که اصلا از اولش بهم بگی که چی شد که اصلا یهو تصمیم گرفتی که این مسیر رو انتخاب کنی که پرسونال ترینر بشی و از این ویدیوهایی که درست میکنی که آدم ها رو موتیویت کنی و بیان و همراه تو این کمپین ها و این داستانهایی که را میدازی که هم با هم ورزش کنن و به سلامتیشون فکر بکنن. چون قبل از هر چیزی من یه قلوب از این بربنم بخورم، من نمیدونم اصلا تو مشروب میخوری یا نمیخوری. آره دیگه، من درینک مورد علاقه هم هنریکسه و ودکا. بح بح. آره، چون اینا از همه کالریش کمتره. بعد هم به هم بگو که امروز هیچ غذا نخوردی که. آره، چون میدونستم که این پادکست رو داریم و اینا، دیگه یه صبحونه زدم و بعدش هم رفتیم بایدن پارتی و اونجا هم کلی رقصیدم و اینا. گفتم همه اینا جا باز میکنه برای اینکه خوش بگذره دیگه. به به، بفهم. من بطه یه چای نبات هم کنارم هستش، کنار بربنم. فکر کنم اولین بار کسی تاریخ چای نبات با بربن داره میخوره. ببین یه چیزی امتحان کن، این همسر من بارتندرینگ خیلی دوست داره، بعد گلاب میریزه تو همه
چی و همه چی رو درینک ملیش میکنه. حالا من بربن رو نمیدونم، شاید الان بهش بر بخوره نه بربن جواب نمیده. ببین اتفاقا گلاب من از بوش انقدر بدم میاد. خب بیا دیگه این عوض میکنه اون در واقع پیش فرضی که تو راجع به بوی گلاب داری. این خونه دوستم سینا الان هستم، بعد مامانش خیلی ماها بعد خوشمزه ترین غذاها رو برام درست میکنه هر روز و خیلی هم حال میده. بعد مثلا فکر کنم یه روز گلاب ریخته بود توی چیزی که من اصلا یعنی ببین آخه گلاب یه بوی که منم یعنی جای بوی پا و جوراب و نمازخونایی که کتک می‌خوردم توش و میدونی اون همه این چیزا میاد توی ذهنم. ولی به جاش به هم یه چیز حالا خیلی اساسی که داد مامان سینا این بود که بهار نارنج تو همه چی میده که اون خیلی بهم چسبید. بهار نارنج واقعا الان تو همه چیز دیگه منم دارم حال میکنم و اون خیلی خیلی چیزه، یعنی اون خیلی اونو من ترجیح میدم جایگزین کنم با گلاب. آقا به نظر من این ایده یک استارتاپه، مثل زیتون که دو نوع روغن زیتون داریم، با بو و بدون بو. باید یه لاین تولیدی گلاب بدون اون بو حداقل به اون شدت هم بزنن. این یک. دو، به نظرم غذای خوشمزه اونقدر اهرم قوی نیست که بتونه خاطرات گلاب رو جا به جا کنه، اما مثلا توی درینک و کاکتیل و اینا به نظر موقعت قوی هستش که کلن پرسپشن و درک خاطرات تو رو از گلاب عوض کنه. برای همین به نظرم ترای کن. حالا یه بار دیگه هم ترای میکنیم به خاطر شما. آره. ولی آره من درست میشه سوالم چیه من که درست تر سوال کنم، آیا تو زندگیت یه روز یه چیزی داشتی که یه شوکی توت وارد شد که گفتی من از امروز بعد میخوام سوپر هلثی باشم، یا اصلا با یه هدفی این کل این داستان تیست آف فیتنس شروع شد؟ نه این اتفاقی که گفتی برای من نیفتاد که مثلا یه هوی چیز اتفاقی بیافته که بخوام مثلا بگم از الان به بعد میخوام دیگه سالم زندگی کنم. اما بذار برگردم به یکم راجع به خودم بگم. و حالا جالب بود که تو سوالتو درست پرسیدی که یه هو چرا، چون واقعا هم یه هو یکم این حالت شیفت، چون من گرافیک دیزاینر بودم به صورت خیلی جدی، دانشگاه تهران لیسانسم گرافیک دیزاین خوندم، بعد آمریکا اومدنم برای گرفتن فوق لیسانس تو همین رشته بود و 4 سالم توی استودیوی دیزاینی کار میکردم تو آتلانتای جورجیا به صورت فول تایم که بیشتر پروژه‌مون هم برای کوکاکولا و اینا بود، یعنی به صورت خیلی جدی و آفیشیال من گرافیک دیزاینر بودم. اما همیشه تو بک‌گراند از بچگی آدم اکتیوی بودم و خب بخش خیلی زیادش هم مدیون در واقع تأکید نمیدونم چرا واقعا پدر مادر من خیلی براشون دو تا چیز مهم بود، یکی اینکه ما زبان انگلیسی خوب بلد باشیم، یکی هم اینکه مثلا از نظر اکتیویتی آدمای فعال و ورزشکاری باشیم و اینا، که هر دو تا اینا در نهایت خب خیلی به من کمک کرد برای اینکه اگه موفق هستم موفق باشم. و اینجوری بودش که خب من همیشه تو بک‌گراند آدم فعالی بودم، کوهنوردی، شنا، فلان و اینا، و یه چیزی که حالا بعدن که بزرگ شدم فهمیدم، دیدم که من این بدن سالم، این میزان از انرژی، اصلا این مفصل زانوی سالم و من برای این میخوام که آقا من برای خوشگذرونیام یه بدنی داشته باشم که انرژی کم نیاره. خیلی ساده، یعنی الان مثلا شماها یا خیلی از بچهای دیگه دوست دارن مهمونی برن، پارتی برن، زود خسته نشن، بتونم از اول تا آخر استفاده کنم. خب بس از اونایی که قشنگ میترکونی تو پارتی. منم آره دیگه همیشه برام سوال بود، دسته تان دوستایی سالمی داشتم که هیچ وقت مثلا مشروب و دراگ نمیزنن، ولی از ماهی که زده بودیم خیلی بیشتر میرقصیدن، همیشه هم کف میکردم گفتم انرژی از کجا میارین شما لعنتیا. البته من از اونا نیستم که بدون هیچ سابستنسی مثلا دیدی میگن خوشبختایی که نخورده مستن و نکشیده فلانن و بهمان، نه آنستلی من چون خجالتیم یه کمی، مخصوصا برای ارتباط برقرار کردن با آدمای اون مهمونی، چون بالاخره یه بخشی از فان مثلا مراسم پارتی و جشن و اینا اینه که تو مثلا اون آدمایی که اونجا هستن و همفازتن بتونی باشون دو کلمه هم حرف بزنید، چون بالاخره از سام پوینت خسته میشی میخوای دیالوگ برقرار کنی. خب من خجالتی ام، یه کمی اینتروورت ام تو این زمینه، اما فقط کافیه خب مثلا به خصوص مثلا الکل همیشه خیلی بهتر روم جواب داده، مثلا چیز کنم که یه کمی راه بندازه بتونم آدم اجتماعی تر و اینایی باشم. بر همین آنستی من از اون آدمایی که هیچ چیز خیلی دیگه فیت و سالم و اینا
نیستن، اما یه چیزی که بوده و میخه یه کمی هم سعی کردم نگه دارم اینجوری. من خب وقتی که اومدم آمریکا، حالا این یه کمی بی ربطه ولی در نهایت با ربط میشه، وقتی که اومدم آمریکا مهاجرت کردم، خب میدونی موسیقی خیلی فاکتور قویه برای اینکه تو یاد خاطراتت بیفتی، دلتنگ شی، حتی هومسیک شی و فلان و اینا. بعد یه دوره‌ای که اومده بودم آمریکا، خیلی هم من آخه مثلا تنها اومدم وارد شهر کوچیکی شدم که تو ساوانای جورجیا، که هیچ کس هم تو آمریکا نداشتم، اونجا هم هیچ کس رو نمی‌شناختم. وقتی هم که اومدم هنوز ترم دانشگاه شروع نشده بود و شهر واقعا خیلی شهر مرده‌ای بودش. بعدن مثلا ساوانا خیلی زنده و باحال شد، اما موقعی که من رسیدم آخر اوایل سپتامبر خیلی مرده بود. بعد خب دیدی اون موقع آدم خودش افسرده است از این تصمیمی که گرفته، اینجوری که چه گویی خوردم مثلا پشت سر اونم in the middle of nowhere مثلا برای اینکه درس بخونم و اینا. بعد خب خیلی خودم و مثلا موزیکای ایرانی، همون سبک موزیکایی که مثلا توی ایران گوش میدادم، یادم رو دوچرخه تو گوشم میذاشتم و گوش میدادم. بعد خب ار میزدم دیگه، مثلا قشنگ یادم رو دوچرخه مثلا سوغاتی هایده رو گوش میدادم، بعد قشنگ ار میزدم. و خب یه مدتی اون اولش که میای دوست داری که توی این سرزمین بگا باشی، یعنی اینجوری باشی که مثلا آقا اصلا دوست دارم دلتنگی کنم، دوست دارم مثلا افسرده باشم. ولی بعد یه مدتی دیگه درسات و اینا هم که شروع میشه، اینجوری که به قول معروف شتتو جمع کنی و شروع کنی و برگردی به زندگی مثلا نرمال. و من به صورت خیلی آمدانه میشه از قصد این پلیلیستی که تو ایران گوش میدادم رو گذاشتم کنار، که این شامل حالا یه سری از این موزیکای قدیمی ایرانی و حتی موزیک راک خارجی و یعنی هر چی که گوش میدادم رو گذاشتم کنار. بعد خب زندگیم خیلی بدون موزیک شده بود. بعد یواش یواش اما موزیک سایکادلیک آشنا شدم، بعد دیدم که عجب چیز خوبیه. یعنی هم واسه من اون عمق در واقع ارتباط هنری عاطفی رو داره، هم یه چیز کاملا جدیدی که من اصلا منو یاد گذشتم نمیندازه، چون من تو ایران اصلا نمیدونستم چیه و اصلا گوش نمیدادم. بعد مثلا یه دنیایی از سایکادلیک میوزیک باز شد و خیلی شروع کردم حال کردم باهاش. و یه چیزی که اصلا میتونم بگم الان به نظرم که شانس آوردم اینه که انقدر خود این موزیک به تنهایی بدون سابستنس منو میبره همون جاهایی که مثلا خیلی وقت سابستنس آدم رو میبره، که واقعا با خودش مثلا حال میکنم دیگه. چرا ما همه اینا رو گفتم؟ آها تو گفتی که تو مهمونی ها آدمایی رو میبینی که مثلا بدون هیچی و اینا خیلی خوشحالم. میخواستم بگم که نه، من همون دیگه مثلا الکل واسم جواب داده. یعنی برم گفتی سایکدلیک مشروم و LSD و نهام MDMA اینام تا حالا امتحان کردی یا نه؟ نه دیگه، همین نکردم. اینجوری بودم که یعنی نشستم دو تا چهار تا کردم، گفتم که خب من هدفم چیه، میخوام بزنم مثلا حالا هر کدوم از این سابستنس ها. توی شرایط خیلی مناسبی هم بودم، یه سری فستیوال های موزیک سایکدلیک هست که یکیش هست اسمش اکویناکس، خیلی هم نزدیک همون ایالت جورجیا بود. ما اینو هر سال با دوستان میرفتیم، یعنی اگه مثلا کسی دوست داشت امتحان کنه اونجا خیلی خوب بود دیگه، قشنگ فضاشو داشت. و من میگم که ببین من همینقدر دارم تن تفاوتشون که اونا مثلا کسی که رو اسید بودن میتونستن تمام سه روز اون کمپینگ رو نان استاپ مثلا نخوابن و فقط پارتی کنن، اما من بعد مثلا یه 5 ساعت میخوابیدم که منم اینجوری بودم حالا من فاینم، من اوکی ام، یاله 5 ساعت وسطش از دست بدم میرم میخوابم اوکیه، بقیه‌اشو منم وسط و همونقدر داشتم اینجوری میکردم. و واقعا مثلا اگه نمیدونم لذت ویژوال، اگه لذت اصلا لایه‌های موزیک رو همه اون چیزایی که میگن و من تجربه میکردم. و اینجوری بود که پیش خودم گفتم که هر موقع احساس کنم واقعا یه چیزی اضافه به من میده، why not I try it. مثلا اینجوری نیست که دوگ میبشتاشته باشم، ولی تا الان اینجوری بودم که خود موزیک واقعا منو میبره اونجایی که دوست دارم. داشتی میفتی از گرافیک دیزاینر به ورزش و هلثی بودن. این قضیه که جدی الان مثلا یک سوالم کمی ربط داره به همین قبلی، اینه که الان دیگه یعنی فول تایم پرسونال ترینری یا کار دیگه هم میکنی؟
چه سوالی خوب می‌پرسی. ببین اینجوریه که خب من دارم الان یه بیزینس خودم رو در واقع شکل میدم و گرافیک دیزاین یه رشته‌ایه که هر بیزینسی اگه بخواد شکل بگیره قطعاً یک فرد گرافیک دیزاینر و کسی که مارکتینگ و تبلیغات بدونه نیاز داره. پس الان من برای این مثلا کلید زدن پروژه های خودم و بیزینس خودم کاری گرافیک دیزاینش رو یا خودم انجام میدم یا میشم کریتیو دایرکتور یا همون مدیر خلاقیت. مثلا خب دوست دارم که یکم مثلا اگه دیزاینر تو ایران هست مثلا ساپورتش کنم، مثلا یه ایجنسی یه فردی رو پیدا میکنم، من خودم چون از بک‌گراند دیزاین میام بهش ایدمو میدم که آقا من مثلا میخوام لوگو طراحی کنم تحت عنوان تیست آف فیتنس، این ایده ای منه، فقط اگزیکیوت کن، فقط برام اجرا کن چون خودم وقت ندارم. برای همین یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، من در نهایت هدفم خیلی این بود که رها نکنم دیزاینو، چون بالاخره اون قسمت آتش من برای خلاقیت و تولید خلاق واقعا اونم هست دیگه. یعنی هر چقدر که من از این ور فیتنس و ورزش و تحرک و اینا رو خیلی دوست دارم و به هم خیلی لذت میده، اونم میده. یعنی امتحان کردم بذارمش کنار، بعدا دیدم واقعا یه چیزی رو احساس میکنم که تو وجودم میس کردم و اینجوری بود که آره گفتم که اوکی سبا تو که میخوای مثلا بیزینس خودت رو بندازی، کارای گرافیکش هم خودت بکن، کلی مثلا جلو میافتی و عشقش هم میکنی. هیوا چه باحال. ببین پس یعنی اینستاگرام تو وقتی که راه انداختی مثلا خب اونقدر طرفدار نداشتی که الان داری دیگه مسلما، و اصلا فکر میکردی به همچین سمتی بره یا همینجوری که هر روز بیشتر و بیشتر میشد چه تأثیری روی روح و روان خودت میذاشت؟ یعنی این که بیدید چقدر آدم داره گوش میکنه، ای و چقدر آدم همراه منن، و کم کم خب این ویدیوهایی که درست کردی، ویدیو آموزشی و این ترینینگ ها و فیتنس ها و اینکه بقیه هم پا به پای تو داشتم میومدن، یه ذره میخوام این سیر فکری رو تو این مسیر رو برام تعریف کنی، چه جوری بود گروث این داستان؟ حتما. ببین من موقعی که در واقع زندگی کارمندی 5 تا 9 داشتم، خب همزمان خیلی هم 5 منظورت چی گفتم؟ خود 5 تا 9. آره من اصلا نمیدونم چرا اینو همیشه برعکس میگه. 9 تا 5 داشتم، همچنان خیلی آدم اکتیوی بودم. یعنی مثلا بلا استثنا من بعد مثلا سر کارم مستقیم میرفتم باشگاه و تا مثلا جون خودم رو در نمی آوردم جا بذارم کف با اون باشگاه یا جیمی که میرفتم، یا حالا دو بر نمیگشتم خونه. و از یه جایی به بعد یه چیزی که من خیلی مغزم روش کلید میکنه اینه که وقتی واسه یه چیزی وقت میذارم خیلی اعصابم خرد میشه که فقط خودم ازش استفاده کنم. تو اصلا بگو مثلا یه مقاله میخونم، یه چیز مثلا خفن جدید یاد میگیرم، بعد اینجوری هم که ای بابا من اگه اینو مثلا به حداقل 3-4 نفر دیگه هم منتقل نکنم اصلا احساس میکنم هدر رفته. نمیدونم یه جورایی احساس میکنم که یه پرت منابع است، مثلا انگار شیر آب و باز گذاشتی و رفتی. بعد این قضیه راجبه این که آقا من تو اینقدر داری وقت میذاری برای فیتنس، اینقدر داری مثلا با بدن خودت مثلا ور میری انگول میکنی چربی رو بیار پایین، عذاب اینو مثلا باید تو یه جوری جریانش کنی و اینا. بعد اون موقعی که من به ذهنم رسیده من خیلی از اینستاگرام و سوشال میدیا میترسیدم و اصولا نه مثلا اون موقع ها، الان نه، اون موقعی که میشه سال تقریبا 2015 خیلی یه جورایی هم مثلا مخالفش بودم و موضع داشتم، مثلا حال نمی کردم اینایی که زندگیشون رو ویترین میکنن و اینا. بعد و حالا این یه بحث قضیه بود که مخالف بودم، یه بحث قضیه دیگه هم این بودش که میترسیدم فوش بخورم، چون میدیدم مثلا این پیجایی که پابلیکن چه اتفاقاتی زیره مثلا پستاشون میفته، خب این آمادگی رو نداشتم. بعد اون موقعی که شروع کردم من خیلی ترسو و زیره مثلا پوشش های مختلف، مثلا یه گروه دیگه ای رو پیدا کردم، من باهاشون تیم آپ کردم که آقا من مثلا برای شما قسمت ورزشی مطالبش رو میذارم. اصلا اون اوائل که بری تو اینستاگرام من برم نداشتم، مثلا پست ها اینجوری بود خیلی محجوبانه و یه جوری که خیلی جلب توجه نکنه. بعد رفتیم جلو و اینا، بعد هدفم هم این بود، همزمان من
وقتی که آمریکا اومدم و یه دوره‌ای که خب دانشگاه دسترسی به باشگاه به صورت رایگان همون included بودش توی شهریه دانشگاه، دسترسی به باشگاه مفصل داشتیم. بعد از اون طرف می‌دیدم که چقدر منابع رایگان مثلا ورزشی برای آدما هستش و چقدر همه اینا نیست تو ایران برای مخاطب ایرانی. بعد پیش خودم فکر می‌کردم که چقدر این ناعادلانه است که همش میگن ما ایرانی‌ها تنبلیم، ایرانی‌ها فقط میخوان بخورن و بخوابن. بعد این عادلانه نیست، این انتقاد عادلانه نیست. نه، ایرانی‌ها ذاتاً تنبل و اینا نیستن. واقعا کسایی که تو ایرانن این دسترسی رایگان به مطلب پرکیفیت رو ندارن و من دوست دارم که یه پلتفرمی رو در نهایت داشته باشن که به اینا این محتوای رایگان رو بدم که اینا فکر نکنن برای فیت بودن خیلی لازمه پولدار باشن یا یه مثلا تفریح خیلی لاکچری و اینا هستش و اینا. با این رسالت در واقع شروع کردم که من میخوام تزریق کنم مثلا فعالیت روزمره روتین رو تو زندگی ایرانی و زندگی ایرانی ها و بهشون، و برای همینم شد که خیلی مثلا سعی کردم ورکاوت هایی که قابل انجام دادن تو خونه باشه و نگاه کردم کدوم قشر بیشتر اینا. خب همه این چیزایی بود که من توی گرافیک دیزاین به خاطر اینکه ما اینا رو یاد میگیریم دیگه که مخاطب رو بشناسیم، اینا رو مثلا استادی کردم، دیدم که یکی از اقشاری که مثلا خیلی آسیب پذیرن از این لحاظ که اصلا هیچ فعالیتی نداشته باشن مثلا خانوما و مادرها هستن که چون اینا به خاطر داشتن بچه مجبورن که تو خونه باشن و جیم نمیتونن برن، باشگاه نمیتونن برن، مثلا خوبه که من بتونم کانتنتی تولید کنم که تو خونه هم بتونن انجام بدن. یا خیلی باشگاه ها گرونه تو ایران، حتی مثلا اون موقع هم به دلار تبدیل میکردی اینجا باشگاه ها عضویت های مثلا ارزون تر از ایران داشتش. و خب من اینجوری بودم که خب یه رسالتیه که دوست دارم انجام بدم و واقعا هم اعتقاد به این داشتم که چقدر این قضیه روتین ورزشی داشتن به اینکه کر کنی که چی وارد بدنت میشه از نظر خورد و خوراک و چجوری ازش استفاده کنی، همه اینا خیلی واسم مهم بود و دیدم و تو زندگی خودم خیلی تاثیر گذاشت. یعنی توی حالا این قضیه مهاجرت و بالا پایینایی که داره واقعا دست منو گرفت این تو کنترل استرس و استراب و خیلی خیلی زیاد. یعنی من هیچ دیگه داروی دیگه غیر از تحرک و ورزش رو واقعا نمیتونم تصور کنم که به من کمک کنه که منیج کنم حالا استرس، ناراحتی، عصبانیت، همه این حسای منفی رو خیلی راحت با یه وسیله مثل فیتنس بتونم مدیریتش کنم. خیلی به تصدیم میشه، چون حالا دقیقا بحث بعدی در مورد همین داستانه، چون من هم تو ورزش ریدم همین که کلی دراگ استفاده میکنم برای اینکه اون استرس و استرابا من بین بره. من یه سوالی که دقیقا دارم که در ادامه همین داستانه اینه که آدمای کنگوشادی مثل من که انگیزه اینو دارن ورزش بکنن، من خودم اینجوری هم که مثلا دو سه هفته پا میشم هر روز پنج صبح میرم میدوام مثل خر و ورزی، از خودم فیلمم میذارم بالا و هم میگم ببینید من دارم میدوام تو جنگل پنج صبح و بعد دو سه هفته یهو بیخیال میشم دوباره میفتم توی اون پترنال چی میگن عادتهای بدم. و اینا مثلا خونده بودم جایی که برای این که تو یه عادتی یا چه خوب چه بد برای این که تو سیستمت بمونه با 6 هفته مداوم اونو انجام بدی و برات شروع میکنه بهتر شدن. من ولی هیچ وقت نمیتونم با اون 6 هفته، مثلا من بعد از 2 3 هفته 4 هفته سریع اصلا امیدم و انگیزم رو از دست میدم. سری آخر که اصلا کمرم گرفت یه ماه پیش و داغون شدم اصلا. این چجوری آدم باید خودش رو موتیویت کنه؟ من واقعا یعنی برام سواله، چون هر همه من میگن آقا شروع میکنی دویدن و انقدر خوبه و بعد رانرز های میگیری و من هر دفعه که میرم میدوام فقط فوش خوار و مادر به دنیا میدم. یعنی هیچ وقت نشده برام با دوام و بیام بگم که ایول چقدر این حال میده، همیشه با فوش و لگت و به زور باید خودم رو عجیبه تو این دیسیپلینم انقدر ضعیفه. یعنی خودم هم این تعجب میکنم که تو خیلی چیزا دیسیپلینم قویه و خیلی خوب میتونم جمع کنم و هندل کنم، ولی توی این قضیه ورزش عجیب غریب یه ضعف منتالی دارم که نمیتونم اونو انگار اون بریر رو رد کنم. دو تا کلمه استفاده کردی، یکی موتیویشن و یکی دیسیپلین. من حالا تو پستای صفحه هم هستش که کلن آدم می نیستم که خیلی به انگیزه و موتیویشن اعتقاد داشته باشم،
به نظر من یه مفهوم بسیار استونیه، یعنی به این معنی که میپره مثل جزرومده، یه روز هست یه روز نیست. سر نتیجه به نظر من اینکه یه فردی بیاد روی این قضیه تکیه کنه و ریلای کنه از اول به نظر من یه کمی پر ریسکه. اوکیه ها، یعنی موتیویشن نمیگم حالا اگه کسی داشته باشه مثلا اخ و پیفه، اما اینکه فکر کنی یه خیلی منبع ریلایبلیه به نظر من خیلی واقعی گرایانه نیست. اما دیسیپلینی که گفتی رو حالا من بازش میکنم. اما ببین مثلا راما الان تو رو میشناسم، من میدونم تو 3 سگ داری درسته؟ آره، یعنی یکیشون که پارسال مرد ولی آره 2 دارم. آخه anyway سگاتو دوست داری درسته؟ آره خیلی زیاد، زندگی من زیاد. آره. اصلا من داستاناتو که گوش دادم تو همین اپیزودا اینجوری بودم که خب you care about them، یعنی واسه خیلی چیزای دیگه. آره به خاطر اوناست یعنی تنها پیاده روینگ و هایکینگ که میرم فقط به خاطر اوناست که همیشه میرم، نه به خاطر خدا. دقیقاً یکی از روش‌های اثبات شده اینه که تو عادت‌های قدیمی تو سنجاق کنی به عادتی که جدیده و می‌خوای جنریتش کنی. تو الان هدفت ورزش کردن و تحرکه. اولا اینکه حاجی چرا مستقیم رفتی سراغ 2؟ خب خیلی سخته. 2 واقعا منی که ورزشکار بودم 5 سال اولین بار که دویدم اینجوری بودم what the fuck is this، یعنی it's wrong in every aspect possibly، یعنی مفصل پات نمیدونم کمرت، یعنی کلن 2 رو وقتی بخوای رو کاغذ تحلیلش کنی هیچ جوره چیزی نیست که بدن تو براش ساخته شده باشه. خب برای همین اول از همه به نظر من خب وسیله که انتخاب کردی، ولی خب چیز خیلی اکسسبلی قبول دارم چون جاده و اینا همیشه هستش که تو بری بدوی. اما یکی دیگه از مثلا چیزایی که برای تو ارزشمنده چیه؟ گیتارته درسته؟ مثلا آره. حال میکنی گیتارو تو طبیعت بزنی درسته؟ هم طبیعت اصولا نه ولی هر جایی که بتونم. آره آره، ولی خب مثلا طبیعت بیشتر حال میده. مثلا بری یه جا، حالا من الان تو تورنتو بودی یا ونکوور؟ الان تورنتو هم، فردا یا پس فردا برمیگردم ونکوور. خب ونکوور مهد هایکای خفنه. آقا تو دوست نداری مثلا این گیتارتو بذاری روی در واقع کولت؟ چیز سحنه کلیشه اینو دسپرادو برم توی افق. حالا تو دسپرادو گفتی، من این مرتضا یادم افتاد، کی خواننده ایرانی خیلی رو گیتارش حساسه، فکرم اسمشو اشتباه گفتم، بعدا بچه ها گیر میدن که اینو اشتباه گفتی. anyway منظور این که خب همین مثلا سناریو داره میگه باز یه third party در است، یه چیز دیگه پیدا کنم که باعث یک عادت قدیمی، آها فهمیدم، یا یک علاقه قدیمی که تو رام آردی دیگه ریشه دونده. من الان لازم نیست رو توجیه کنم که سگتو دوست داشته باشی یا مثلا گیتارتو بزن، تو اینا رو آردی انجام میدی رایت. حالا کار جدید، عادت جدید میخوای تحرک دیگه، یه جوری اینو سنجاقش کن. اگه قراره گیتار تو طبیعت زدن و جای دپش و ویو و نمیدونم فلان و اینا خیلی به تو حال میده، چی شد؟ الو اوکی داشتی میگفتی سبا جون، ببخشید قد شد اونجا. خواهش میکنم. آره داشتم میگفتم که آره مثلا استفاده از یک منظره زیبا مثلا که تو حالا بری سازتو توی اونجا بزنی و از اولم لقمه‌ای که برمیداری به نظر من با توجه به شناختی که رو خودت داری اندازه متناسبی باشه. مثلا من خیلی ها رو دیدم یه حالت شور حسینیشون میگیره، مثلا میگم من میخوام 7 روز هفته بدوام. خب اون از اول معلومه که تو داری زمینه سازی میکنی برای اینکه درصد موفقیتت کم بشه. آره این نکته خیلی خوبیه، همین قضیه صرف یا صدی، منم دقیقاً همین اشتباه کردم. به خودم میگم آقا باید این یه ماه اینقدر وزن دست بدی، هر روزم اینقدر خرکی و بخور، روز دوم اصلا پشیمون میشم، بیخیال میشم، میرم شروع میکنم بستنی خوردن. آره اگه وقتی که هر تصمیم میگیری چه درد به نظرم، حالا توی خیلی از زمینه ها، اما چیزایی که خیلی نیاز به این داری که مستمر باشه، بگی مثلا لایف استایل تغذیه‌ای و لایف استایل ورزشی، خیلی اولین چیزی که باید از خودت میپرسی اینه که واقعا اینو میتونی سبک زندگیت کنی، میتونی مثلا
تعقیب توقی نخوره و همچنان ادامش بدی، یا نه مثلا چه میدونم بشقاب دستت بیفته بشکنه اعصابت خورد شه، اولین چیزی که قربانی میکنی اون مثلا روتینه، چون خیلی چیز آردی سختیه و اینا نمیتونی انجامش بدی. برای همین نه، عجله‌ای که نیستش، ما که قرار بچت که رو گاز نیست، یواش یواش با دو روز در هفته، سه روز در هفته اینکه آقا من میخوام گیتار بزنم، اما این گیتاره رو میخوام برم به کنار اون درخت، خیلی هم اسپسیفیکش کن. هرچی دیتیل تر برنامه رو تو ذهنت سناریو سازی کنی بهترم هست. میخوام برم کنار اون بعد پیچ دوم فلان مثلا کو، اونجا مثلا بشینم این قطعه رو بزنم و لقمه کوچیک بردار و یواش یواش زیاد بیشترش کن، یا اصلا هیچ وقت بیشترش نکن. واقعا لیتل موومنت خیلی بهتر از نو موومنته. واقعا بدن ما ساخته شده که یه مقداری تحرک در روز داشته باشه. یکی این مسئله است که خب خیلی مهمه، و یکی هم بحث همون چیزی که وارد بدنش آدم میکنه. حالا بحث سابستنس و دراگ و اینا شد، من کلن خودم معتقدم که حتی لازم نیستش که راجع به همه چی مثلا تو فکر کنی که نه اینا رو کلن باید حذف کنی بریزی دور. من اصلا کلن این برخورد ندارم. من میگم که یک آدمی که جلوی من نشسته و من قرار ترینرش باشم، نگاه میکنم آقا اگه این آدم قرار ماشرومم تو زندگیش باشه، من به جایی که بهش بگم اینو حذف کن بنداز دور، بهش میگم که چجوری اینو میتونی یه جوری تو زندگیت باشه که بتونی مدیریتش کنی، بتونی اصلا من میگم که آقا تو میخوای تو سالم بمون که بتونی بیشتر ماشروم بزنی. آره. یه طولانی تر زندگی کن که بتونی مثلا اگه ماشرومه، اگه هر سابستنس، اگه الکله، اگه هر چیزی هستش، بتونی با کیفیت یه دوره طولانی تری از عمر مفیدت رو برای اون کاری که حال میکنی انجام بدی. ببین بعد توی بحث تغذیه تو اصلا ویتامین اینا استفاده میکنی یا نه اصلا؟ نه من اگه چون اینجا چکاپ های مثلا سالانه هستش، اگه چیزی کم باشه دکتر تشخیص بده انجام میدم. کلا بحث مکمل ها اسمش روشه دیگه. از نظر اهمیت وقتی که شما میخواین مثلا طبقه بندی کنی که چه چیزهایی مهمه و کف هرم هستن، هرچقدر که مهمتره، واقعا مکمل ها نوک هرم هستن. و حالا یه سری مکمل ها حالت مدیکال پزشکی دارن مثل بعضی از ویتامینا، و اونا رو دکتر تشخیص میده. من نمیفهمم اینایی که همینجوری دیدی مود شده همه دارن مولتی ویتامین میخورن، خیلی اصلا نیاز ندارن. چرا؟ خب برو ببین اگه مش کم داری مثلا بگیر. اکثر این آدم ها همون نرمال میوه و سبزیجات بخورن، مشکلشون هر چه لازم نیست مکملی بگیرن راجع به این قضیه، مگه اینکه حالا مثلا ونکوور، سیاتل، اینجاها آفتاب کمه و خب مثلا میرین دکتر مثلا ازشون بپرسین آقا من اومدم برای مثلا ببینم که ویتامین دیم چطوریه مثلا. خیلی دقیق تر و بر اساس نیاز باید افراد به نظرم استفاده کنن. با خودت مثلا برنامه غذایی، مثلا من برادر من خیلی می‌خواستم در موردش هم صحبت کنم بود، مثلا اون متابولیسم چه جوری که 8 برابر من غذا میخوره ولی همیشه لاغره. من 2 تا سیب زمینی اگه بخورم تمومه، یعنی قشنگ شکمم میزنه بیرون. اینا متابولیسم های آدم ها خب با هم فرق داره طبیعتا، اینا میفهمم. و توی این بحث تغذیه باز من مثلا چیزی که برای من کار کرده برای وزن از دست دادن، بعضی وقتا الان مثلا به نظر خودم میذاره اضافه وزن دارم بخاطر کووید، خیلی یه ذره تنبل‌تر شدم. مثلا موقعی که نیویورک زندگی میکردم واقعا ورزش اصلی بود که همه جا پیاده میرفتم، یعنی روزی مثلا 20,000 استپ حداقل من راه میرفتم تو نیویورک، خیلی راه میرفتم. ولی اون دیگه بین رفتش دیگه بعد از کووید و اینا. و این کاری که خب میکردم همین، این چی میگن چجور فست، intermittent fasting، که مثلا دیگه 6 عصر به بعد دیگه هیچی نمیخوردم تا فردا صبح. یعنی این خیلی جواب میداد برای من که مثلا وزن از دست بدم. ولی توی این بحث تغذیه هم چقدر تأثیر داره؟ یعنی برای آدمایی که میدونم خیلی حرفای کلیشه و احمقانه، برای اون آدمی که میخواد آقا سیستم آمریکایی، من میخوام سریع لاغر شم، بهترین راه سریع‌ترین و هر چقدر سخت باشه مهم نیست، ولی مثلا سریع‌ترین راه چیه به نظرت برای اینکه آدمی که میخواد وزن از دست بده؟ بازم الان یه فوشم میدی میگی باز زمان با آروم آروم.
باید برازد اگه سریع ترین راه وجود داشت، دانیل جی ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک آدم اوبیس بود، یعنی اون مثلا پولشو نداشت یا دسترسی به متخصصینش نداشت، یا آدمیه که فربست و چاقه مثلا، یا خیلی از سلبریتی های دیگه ای که ما توی دنیا میشناسیم، بالاخره اون وقت همه فیت میشدن اگه یه راه حل ساده و فست وجود داشت. داره ها، نمیگم نیست، اما اون راه حل بادآور در باد میبره از قشنگ، یعنی اگزکتلی همینه در زمینه فیتنس و تناسب اندام. من خیلی راحت میتونم تو رو سریع لاغر کنم، اما همون سریعتر حتی چه بسا میتونم هر آنچه که تو از دست دادی از نظر چربی رو دوباره تقدیم کنم در طبق اخلاص دو برابرش بهت. راجع به برادرت که میگی، ببین داریم متابولیزم پایه ای آدم و با هم دیگه متفاوت هست، اما و حالا ژنتیک و اینا هم هست، اما ما یه چیزی داریم، حالا من نمیخوام وارد علوم ژنتیک شم چون درسش رو نخوندم، اما یه چیزی داریم اپیژنتیک که خیلی الان مبحث مفصلیه، که تو میتونی خیلی با انتخابهایی که میکنی در لایف استایلت این قضیه رو تغییر بدی. تو الان فقط غذای برادرتو گفتی، نگفتی این چه سبک زندگی رو داره، چقدر خیلی از من سالم‌تره، اصولا دیسیپلینش خیلی بالاتره، غذای خیلی هلسی تر میخوره. ورزش قدیما خیلی زیاد میکرد، فکر کنم الان کمتر، ولی قدیم خیلی خر ورزش کار بود و اینا. شاید اون به خاطر اون 37 سالشه، من اگه 39 بعد اون موقعی که خیلی خر ورزش میکرد چند سالش بود؟ جوانتر بود دیگه، یعنی تا مثلا یکی دو سال پیش خیلی ورزش میکرد. دو سال پیش آخه پوینت هم اینه که خب اینایی که حالا توی سنینی که یکم حالا حتی سن رشد برادر بیشتر بود این چیزی که گفتی، اما میخوام بهت بگم که یه بیس خیلی خوبی رو ساخته این آدم با همون مدتی که خر ورزش میکرد. چون این چیزی که میگی متابولیسم، فکر کردی چیه؟ یعنی این که یه فردی بافت عضلش بیشتر از بافت چربی شه، یا اصلا بیشتر نه، بافت عضله زیادی داره. یعنی من میشناسم آدمایی که اینا مثلا الزاماً از نظر وزنی روی کاغذ فیت نیستن، اما همون وزنی که رو وزن میرن نشون میده مقدار خوبی عضله توش دارن. اما افرادی که حالا هم به تغذیهشون بهانه میدن که 70% قضیه است حتی بیشتر، و هم حالا مثلا ورزشاشون یه جوری نبوده که یه سرمایه عضلانی برای خودشون بسازن، اینا دو تا چیزیه که متابولیزم فرد رو تعریف میکنه. تو اگه یه بدنی بسازی حتی لاغر باشی، اما این بدن اون بیشتر وزنش از بافت چربی باشه، یعنی رسما تو یه سیب زمینی داری که هیچ در واقع انرژی مصرف نمیکنه و اون بافت عضله است که خیلی متابولیکه و تو سوخت و ساز اتفاق میفته. برای همین برادر شما خیلی از افرادی که به اصطلاح بهشون میگن این آدم هرچی میخوره چاق نمیشه، اولا هرچی اونا نمیخورن، یه کمی مطمئن باش که یه سری ملاحظاتی دارن، و این آدم ها اگه نگاه کنید دقیقا مثل برادر که میگه دوره خیلی ورزش میکرده، اینا یه سرمایه عضلانی رو واسه بدنشون ساختن. اما مثلا تو یا خیلی از آدمایی که تو شرایط تو هستن، شما بیس رو نساختی، و برای همینه که ما خیلی تاکید میکنیم آقا جون مادرت، مخصوصا تو خانوما که ما اینجوریم که انقدر از وزنه نترس، این وزنه ها مفاصل بدن شما رو محافظت میکنن که در دوران پیری کج و کله را نرید، محکم را برید، کج نشین، نخورید زمین، یا اگه خوردین زمین براتون تبعات چیز نداشته باشه، جبران ناپذیر. و این عضله است که واقعا میتونه شما رو تبدیل میکنه به یه خاور. ما میخوایم بدنمون خاور باشه تا مثلا یه تسلا یا یه ماشین برقی. تو الان ماشین برقی مثلا و برادرت مثلا در حد نیسان آبی یا وانت هاست، سوخت و سازش بالا. چرا؟ چون عضله داره و خب احتمالاً حالا تو اینکه به تغذیهش بها میده، این ترجمه میشه به اینکه داره پروتئین کافی میخوره. آره کلن خیلی حواسش هستش به پروتئین و این چیزا. من یه سوال دیگه دارم که یه سوال سختیه و فکرم خوبه که در موردش حرف بزنیم و دیدم چه آدمی بهتر از تو. و در مورد فت شیمینگ، فارسیش چی میشه؟ فت شیمینگ میدونی تو ترجمه چیه؟ فت شیمینگ، بادی شیمینگ منظورته به طور کلی دیگه؟ آره، بادی شیم کردن. آره کلم آره، بادی شیمینگ، فت شیمینگ، هر چی، تو هر حالتی. آره
نمیدونم به فارسی کلمه شو من نمیدونم چیه دقیقا. والا ترجمه حداقل من تو پیجای فارسی اینستاگرام دیدم که اینو به صورت فینگلیش می نویسن بادی شیمینگ. من ترجمه خوب ندیدم خودم ازش. میخواستم بذارم در مورد این قضیه حرف بزنم. یکی این که این خب میدونی ما این تعریف از زیبایی که توی تاریخ هنر و فرهنگ و مد و این چیزا که تعریف میشه و تغییر میکنه و بالا و پایین میشه، خب بچه هم که جوان هستن تحت تاثیر سوشال میدیا و خیلی چیزا و این تعریف ها براشون خیلی جابجا میشه و کم کم میدونی تو آینه خودشون رو نگاه میکنن میگن وای من چرا این نیستم یا اون نیستم و خیلی خب الگوهای بدی هستش تو خیلی جاها توی رسانه ها که باعث میشه که آدم ها احساس کنن که کفایت نمیکنه اون چیزی که هستن. حالا سوال من دو تا بخشه. یکی اول در مورد این کلا حرف بزنیم، در مورد این که کلا کار تخمیه واقعا بادی شیمینگ و این که قضاوت کردن آدم ها از روی ظاهرشون بدون هیچ دونسته ای از قبل و تاریخ و تراما و نمیدونم پرسونال ریلیشنشیپ ها و اون اتفاقای اون آدم. بذار در مورد این حرف بزنیم، اصلا به همین الان در مورد حرف بزنیم، بس سوال بعدیمو بعدش میکنم. آره بهتره، چون این چیزه. ببین من واسه مواجهه با این چیزای رایجی که تخمیم به قول خوده، به نظر من از یه جایی به بعد ما باید استاپ کنیم که بخوایم اونا رو درست کنیم. اون هست، اونا اجازه بدیم تاریخ و فعالیت‌های حالا مثلا وسیع‌تری که اسمشون جنبشه یا روی بودجه‌ای داره یه چیزی داره انجام بده، رسانه داره و اینا. من خودم به شخصه وقتی ما مخاطبم حرف میزنم میگم که تو تأثیر پذیریت رو بیا تقویت یا مثلا تغییر بده و خودت رو در معرض نذار، چون اون چیزای تخمیه زمان میبره. تو مثلا عمر مفید انسان چقدره؟ حالا ما تو میخوای باعثی که آدم ها یاد بگیرن که نباید بیان راجع به مثلا سایز بدن تو و ظاهر تو نظر بدن. آخه خب این خیلی به نظر من ایدئال گرایانه و پرکتیکال نیست. On the other hand تو روی خودت که یک نفری و روی ذهن خودت خیلی بیشتر کنترل داری. بیا به جای اینکه تی مثلا بخوای به اون ایراد بگیری و اینکه تو غلط میکنی مثلا راجع به سایز فلان جای من نظر میدی، بیا ببین چه کارهایی میتونی بکنی که اصلا خودت توی موقعیت قرار ندی که یارو رو راجع به سایز فلان جای بدنت نظر بده. و من تو خیلی از سناریوها وقتی دو طرف قضیه رو شنیدم، من دیدم که این آدما خودشون یه جورایی خودشون رو میسپارن به یه وضعیتی که توی این موقعیت در واقع غیر منطقی قرار میدن. مثالی که میخوام بهت بزنم که تو پیج من تو مخاطبان میبینم، آقا اصلا این قضیه خیلی میره رو مخ من که چرا آدم ها باید اون حس تنفر رو راجع به یه چیزی تو بدنشون داشته باشن تا تازه فیلشون یاد هندوستان کنه که برن اونو تغییر بدن. من نمیتونم بفهمم چرا آدم ها برای تغییر نمیتونن حس مثبتی. آقا مثلا من خودم میتونم هنوز دوست داشته باشم صورتم رو بدنم رو، اما همچنان بخوام بهترش کنم. اکثر آدم ها اون تنفره رو باید داشته باشن، اون چیزی که موتیویتشون میکنه اینه که برن جلوی آینه خودشون نگاه کنن، فحش بدن ای این هیکل بیریخت چاق زشت چربی های اونجا تو سلولیت های اونجا تو، بعد بگن که اوکی بریم پیش سبا ورزش کنیم. در صورتی که مطمئن باش اون آدمی که یه همچین ذهنیتی راجع به بدنش داره با خودش اینجوری حرف میزنه، خفن‌ترین سیکس پک عالم رو هم خود خدا بیاد اینو اسکاپ که خود میکلانج بیاد بدن اینو بتراشه بگه بیا از الان به بعد تا فردا پشتی بدنت اینه، باور کن باز میره جلوی آینه و باز یه چیزی پیدا میکنه که بهش فوش بده. برای همین من خیلی بیشتر از این که بیام، حداقل من اینجوری هم، واقعا خب دست اونایی که دارن فرهنگ سازی میکنن و اینا گرم، اونا کار خودشون کنن، اما من یکم احساس کنم که ما باید رو خودمون کار کنیم که بفهمیم آقا فلواقع برای اینکه تو تغییری ایجاد کنی لازم نیست که از خودت متنفر باشی. تو همچنان میتونی مثلا بخوای که صورت جوش نداشته باشه و یه کارایی بکنی که جوشای صورتت کم شه، اما وقتی میری جلوی آینه لازم نیست که صورتت رو نگاه کنی به اینکه ای چقدر زشت و چندشا. ببین بعضی وقتی یه جورایی آدم رو جلوی بدنه خودشون حرف میزن و به من دایرکت میدن،
من اینجوری هم که غیرتی میشم، اینجوری هم که درست صحبت کنم. این چه دردی صحبت کردم با بدنیه که تو رو داره هر روز جا به جا میکنه؟ آخه لامصب. یه لحظه فکر کن که یه خانومی بود به من دایرکت زده بود ببین سه پاراگراف فقط راجع به این که چقدر پاهای زشت و بد فرمه صحبت کرده بود به من. بعد به من اینجوری بودم ببین همین پاها تو رو داره هر روز را میبره، داره از نقطه A میبره نقطه B. اوکیه من میفهمم که تو میخوای خوش تراش ترش کنی، نمیدونم سلولیتاشو کم، چربیاشو کمتر کنی، ولی میتونی at the same time لحن تو یه کمی درست کنی؟ و من بعضی وقتا با آدم میدم واقعا اونجوری که تو با خودت حرف میزنی فکر کن که داری به عزیزترین کست اونجوری حرف میزنی، حتی بماند که یه سری آدم های خیلی دیگه تخمی هستن که واقعا با بقیه هم همجوری، ولی دیدی دیگه مثلا تو من با تو صحبت میکنم خیلی سعی میکنم مؤدب باشم. چرا وقتی با خودم و با بدن خودم حرف میزنم مثلا نباید اون استانداردها رو رعایت کنم و انقدر تیز و ناراحت کننده حرف بزنم؟ من خیلی من میگم درست صحبت کن با خودت، اول لحنتو درست کن بعد بیا راجع به تغییر صحبت کنی. خیلی جالب این بحثت. حالا از لحاظ منتالی من خودم خب خیلی خود تخریبی میکنم و خیلی خودم مسخره میکنم و کوچیک میکنم، ولی از اون ورم یه آسیب پذیری دارم. مثلا کل قضیه این پادکست هم همینه دیگه، یعنی من یه چیزایی رو در میون با مردم میذارم در مورد خودم و دنیا که واقعا دیگه اوورشیرینگ تو یه لول دیگه بردم واقعا توی میدیای فارسی زبون، ولی این باعث میشه این صحبت کردن در مورد خودم و منتال هلثم و مسائلم باعث میشه که یه ذره بتونم این بار رو از دوشم سبکتر بکنم، یه ذره از زوایای مختلفی نکنم، رو خودم بتونم کار کنم و مهمتر از همه چیز بقیه دنیا رو خلع سلاح کنم از اینکه بتونم چیزی بر علیه من استفاده کنن یا تو سرم بزنن. الان یعنی من خودم واقعا هزار تا همیشه هم تعریف کردم، هزار تا گوه هست که زدم و خرابکاریایی که کردم و همچنان دارم سعی میکنم درستشون کنم، و ولی از لحاظ روحی یه جایی به یه آرامشی رسیدم که هر کیم هر چی بخواد برای من استفاده کنه که اولدی تو این پادکست هست همه چیز بخواد بهش اشاره بکنه، و اینکه تو یه جایی هستم یک ذره روحی دارم که واقعا دیگه چیزی نمیتونه اونجوری اذیتم کنه که باعث بشه که خودمو نابود کنم و از دست بدم. یعنی احساس میکنم یه پلاتویی رو زدم که شاید قبلا مثلا خیلی فکرای سویسایدال و خیلی ناراحت خیلی داغون اونجوری داشتم، هنوز افسرده میشم، یعنی اون طبیعیه بالا پایین دارم، ولی امیدمو دیگه از دست نمیدم. یعنی خوردن زمین برای منم خودش یه روتینی شده که یاد گرفتم چجوری از توش پاشم، و تای خطش اینو که دارم فکر میکنم باهاش به موازات فیزیکال هلثم و اون سلامتی فیزیکیم در مقابل سلامتی منتال و روحی روانیم، میبینم چه نکته جالبیه که منم بیشتر هرچی با خودم راحتم، خب بچه جوانتر که بودم میخواستم، خب هرچی که پیرتر میشم و یه ذره کچلتر شدم و نمیدونم یه ذره چاقتر شدم یا هرچی، مثلا همه چی تو ذهنم این بود که وای تو دیگه هیچ دختری تو رو دیت نمی کنه و خاک تو سر تو فلان و ولی همیشه یاد سلمان رشدی می افتم من که چقدر دوست دخترهای خوشگلی داشته با اون قیافه نکرش و همیشه امید پیدا می کنم برای خودم، ولی یه دوره هم بود تو زندگیم که واقعا که سعی میکردم واقعا خوشگلتر و خوشتیبتر و سلامتتر و کولتر و اینا باشم که بتونم پارتنرهای جذابتری پیدا کنم. دروغ چرا؟ واقعا خب و برام یه انگیزه هم بود این داستان، میدونی؟ الان یه جور دیگه هم، الان نه که بگم بیخیالم و نه اتفاقا به فکر سلامت هم هستم و واقعا هم هی بر میگردم به روتینای سالمم، فقط این کنسیستنت بودن توش برام سخت بود که اونم میدونم ردیفش میکنم، ولی الان خیلی با خودم کامفورتبل تر و راحت ترم و ترسی ندارم از اینکه خودم باشم و با هر کم هر ارتباطی برقرار میکنم، چه از لحاظ دوستی، چه از لحاظ جنسی، چه از هر بودی، یعنی با خودم و بدن خودم خیلی راحتم، ترسی ندارم و این خیلی خیلی منو کمک کرده توی زندگیم. و اگه کسی هم داره اینو گوش میکنه میگم دیگه پادکست هم میدونه داستانش، واقعا اینو خیلی
خودتون رو دوست داشته باشین. یعنی هر شکلی با همه جوشاتون، با همه پشماتون، با همه سلولایتتون، با هر در گویی که دارین با خودتون حال کنید. یعنی خیلی مهمه. این آدم وقتی خودش رو دوست داره اصلا حال میکنه با وجودش، آره این روتینای سالم رو انتخاب کنید که بهتر هم بشین. اون که خیلی هم قشنگتر حالت هم بهتر هم میشه. ولی این همین که میگم این خانومی که مثلا وای پام اینجوری نه، این سلف پیتی چیزی رو حل نمیکنه. این تنفر به خود چیزی رو حل نمیکنه اصلا. این هفته کاملا قبول داره. و این پروسه‌ای هم که تو گفتی بالاخره ما هممون تو زندگیمون طی کردیم. بازم من برگردم به خودم، رام ببین خیلی جالبه، من بعضی وقتا به گذشته خودم که نگاه میکنم میگم این الان منه، احساس کنم یکی دیگه است. ببین من رفتم هنرستان خوندم درس و توی مثلا خانواده و جوی بودم که خیلی همه درس خون بودن، طوری که مثلا ریاضی فیزیکم حتی به اندازه کافی خفن نبود، همه با پزشک و دندون پزشک می شدن. بعد مثلا توی خانواده بودم که خیلی هم مثلا روی تحصیلات عالیه و اینو تاکید می شد. بعد فکر کن چون من خیلی درسم معمولی بود و ریاضیاتم ضعیف بود و فلان و اینا، و این دیالوگ رو بعدن فهمیدم که پوستر من اتفاق افتاده، یعنی پشمام ریخته بود. یعنی وقتی من اینا هم چند ماه پیش که ایران رفته بودم مامان بابام تعریف کردن که اونا داشتن میگفتن ما اصلا به این جایی که تو رسیدی الان فکر میکنیم اصلا خودمون باورمون نمیشه تو همون بچه ما هستی بین این سه تا بچه ها. اینا رو میگم به خاطر اینکه میدونم واسه خیلی از آدما میتونه الهام بخش باشه و چقدر گذر زمان و اینکه شما فقط تلاشگر باشید برای انجام دادن اون کاری که دوست دارین خودش باعث میشه که خیلی از چیزایی که خودتون خبر ندارید تو شما وجود داره اینا شکوفا بشه. دیالوگی که بین پدر مادر من در یک ظهری که وقتی اینا اومده بودن مدرسه دنبال من برقرار شد اینجوری بودش که مثلا مامان من خیلی ناراحت بود که چرا ما مثلا نمره هام خوب نیست، و بابای من برای اینکه آرومش کنه بهش گفته بود که اشکالی نداره دیگه، حالا انقدر ناراحت نباش. سبا مدل از این دخترایی میشه که دیگه ما باید فکر کنیم که باید زود مثلا بره سر خونه زندگیش و اینا، حالا شاید خیلی نخواد مثلا درس و اینا رو چیز کنه. ما باید مثلا از الان این مثلا اتفاقی که افتاد مثل اینکه من سوم راهنمایی بودم و اینا، بعد همون باعث میشه که اینا تصمیم بگیرن منو فکر کنن که خب اون موقع هم که تو ایران مثلا هر کسی که حالا درسش خوب نمون میرفت هنرستان دیگه، حالا مثلا چیزم یه کمی بک‌گراند مثلا مذهبی هم نمیداشت و نگران جو هنرستان رو نبود، زارتی میذاشتنش هنرستان. آقا منو فرستادن تو هنرستان همانا، و من تو محیط قرار گرفتم که با اینکه تو محیط‌های قبلی معمولی بودم شدم یه گوه خاصه، مثلا یه حرفی واسه گفتن داشتم، مثلا خیلی دیگه معمولی نبودم. یه هو احساس کردم که من یه کمی دیده میشم، من یه کمی مثلا از نسبت بقیه هم کلاسی ها مثلا ظاهرن یه کمی جلوترم، منی که همیشه متوسط و روبه پایین حتی بودم و اینا. همون سال اول هنرستان رفتن همانا شد و من اونجا دیدم من واسه اولین بار شدم شاگرد زرنگ. اصلا این کلمه زرنگ، شاگرد زرنگ اصلا هیچ وقت در کنار اسم من نبود، و همون باعث شد که بفهمم این چه حالی میده مثلا یه کمی برجسته باشی از مثلا اون بود توی دیده بشی و اینا. و من میخوام بگم که واسه هر کسی یک حوزه‌ای هستش که توش حرفی برای گفتن داشته باشه. الان مثلا تو راجع به این گفتیم در واقع ترانزیشن اتفاقا تغییراتی که کردی، بلکه تو در نهایت یه چیز پیدا کردی که رام دیده شد، رام شنیده شد، حرفش، موزیکش، حالا واسه تو موزیک بوده، برای من همون موقع هم مثلا منو کلاس های مختلف فرستادن، حالا یه بخشی از نقش پدر و مادر دیگه، تو رو میذارن انت جایی مختلف ببینن تو کجا مثلا یه آینده ای ممکنه داشته باشی. من همون موقع هم مثلا تو چیزای ورزشی خوب بودم، و خب همین به نظر من یه چیزی که اگه پدر مادری داره این لایو رو گوش میده، این در واقع پادکست رو گوش میده، خوبه که مثلا بچه‌هاشو بذاره تو موقعیت‌های مختلف که اینا ببینن، ترای کنن، تیست کنن چیزای مختلفو، شاید یکی از اینا بگیره، همون چیزی باشه که اون بچه توش خوبه، و بتونه اون بچه بر اساس همون چیزی که توش یکم توانایی داره و علاقه داره بتونه یه اعتماد به نفسی رو، یه در واقع حس مثبتی نسبت به خودش رو
به آجوراش رو بسازه. این اتفاقی که مثلا میفته که یه فردی تو سن و سالایی مثلا مثل من و تو و هنوز راجع به خودش و راجع به فیزیکش، توانایی‌هاش، حالا چون پیج من تیست آف فیتنسه، چیزایی که من میگیرم راجع به ظاهره، احتمالا کسی که مثلا پیج روان پزشکی روان شناسی داره احتمالا یه چیزایی خیلی دیگه است. اما به نظر من این در واقع پیس آف پازله، این تیکه پازله که گم شده که اینا هنوز پیدا نکردن و متاسفانه چون تو سیستم مثلا ایران یه سری مسیرهای مشخصی خوب و خفن محسوب میشن و خیلی چیزهای دیگه اصلا به حساب نمیان. مثلا فکر کنم من تو ایران مثلا موقعی که دارم بهت میگم من رفتم هنرستان خیلی کار عجیبی کردم، میرفتم تربیت بدنی میخوندم. حتی قبول دارم که اگه میرفتم همون موقع تربیت بدنی میخوندم احتمالا اصلا آمریکا نمیتونستم بیام. اما این که من رفتم هنرستان و از همون هنرستانی که هیچ کس مثلا خیلی کم نگه هیچ کس خیلی سخت‌تر بود، چون ما یه سری واحدا رو نمیخوندیم و ما بعد تو کنکور تستشو میدادیم و با ضریب خیلی بالا رفتم و دانشگاه تهران قبول شدم و همه اینا فقط با یک چیز بود که من فهمیدم آقا تو یه چیز خوبم و روی اون چیز تونستم اعتماد به نفس بسازم. حتی اون موقعی که من فهمیدم اوکی من مثلا آدم خوبی ام که تو فعالیت‌های ورزشی یا دیسیپلین، حالا اون موقع مثلا من یادمه من 14 15 ساله بود که رفتم قله دماوند و بدون هیچ آمادگی و صرفا چون بابام خیلی کلن آدم پیگیریه در زمینه این که ما رو بذاره تو موقعیت‌های سخت، کلن دوست داری که ما هی خودسازی کنیم، منم مثلا میبرد و من دوست داشتم که بتونم اونو ناامید نکنم، دیسپوینتش نکنم و خیلی به خودم مثلا با دیسپلین و فشار سعی میکردم که اون کاری که باید انجام بشه و همون چیز کوچولو با اینکه شاید تا یه مقطع خیلی بلند مدتی از زندگی من ورزش و تحرک اصلا نه من برای درآمدم بود، نه باعث شد من اسکالرشیپ بگیرم، نه مثلا باهاش تونستم ویزای کار بگیرم، نه موفقیتم تو دانشگاه به خاطرش بود، اما سورس اعتماد به نفس من بود. باعث شد که من آدمی باشم که وقتی وارد یه جایی میشم سال اول دانشگاه واسه لیسانس، بعدش اومدم آمریکا، همین آدما بفهمن که من برای خودم احترام قائلم. همین خودتو دوست داشته باشی که همه جا الان میگن دقیقا از همین جا میاد که تو پیدا کنی یه چیزی که خیلی به قلبت بهش نزدیکه و توش خوبی و دوست داری براش وقت بذاری، همون خیلی تو رو میتونه جلو بندازه. آدمایی که به پاشون فوش میدن، به سلولیت و جوش و فلانشون فوش میدن و با خودشون خیلی حرف میزنن، به نظرم اون تیکه پازل رو هنوز نتونستن تو زندگیشون پیدا کنن. نکته جالبیه و این قضیه دماوندی گفتی، تمام برادر بابام قله دماوند زده بودن و من یه بار رفته بودم، من قله رو نزدم خودم، من تا یه ارتفاع بیشتر نرفتم، ولی یه مسیری بود، من یه بار یه پیاده روی خیلی باحالی با بابام از کلاردش تا دریای خزر پیاده رفتیم، یه 3-4 روز راه از دره 3000 و اینا بود کنار علمکوه و خیلی مسیر زیبایی بود و خیلی هم خیلی خفن اصلا، یعنی این اون سفر از اون سفری بود که چاخت آخر آم یادم نمیره و میدین برای من خب اون طبیعت و مثلا ونکوور خوبیش همینه چون کوه و اینا زیاد داره، منم عاشق کوه هم، من نمیتونم جای زندگی کنم که دشت و صافه و اینا، باید حتما کوه باشه، نیاز دارم توی جای کوهستانی باشم. اون خیلی به من حال میده که همیشه برم توی جایی که بتونم برم تو ارتفاع، برم بالاتر، نمیدونم چرا، هم متافوریکلی هم فیزیکلی اونو دوست دارم، اون درایو. توی این پروسه برای اینکه آدم بخواد سالم تر بشه، من میدونی یه چیزی که برام پیش میاد که تو خیلی از داستان زندگی پیش میاد، همین قضیه existential crisis بودنه که خب به تخمم، به چرا اصلا این کارو بکنم. بعضی روزا میدونی متاسفانه با این دید بیدار میشم، از اونور تخت پا میشم که میگم خب من که الان میمیرم چه فرقی میکنه، برم تو خیلی نو دراگ بزنم و پارتی کنم و دیوونه بازی کنم تو لذت خودم رو غرق کنم. ولی از اونورم به قول تو خب آدم اگه بخواد این کار ادامه بده باید به بدنش هم برسه، به سلامت خودش هم برسه. هرچی من تا حال میکنم، یه سری دوستایی دارم که واقعا
خیلی خرکی ورزش میکنم، میگه به خاطر اینکه بتونه هر شب اون غذای چرب کسافت داغونی که دوست داره بتونه، نه هر شب، منم دارم اگزاجر میکنم، برای اینکه یعنی بتونه اون تعادل رو نگه داره که هم اونو بتونه لذت ببره ازش، همون که بدنش هم جای سالمی باشه. اینم واقعا برای منم همین، منم هدف همین نیست که واقعا سیکس پک داشته باشم، نمیدونم هیکل فلان و آفرین، و به این تعادله بتونم برسم خیلی خیلی برای من خوشحال کننده است و کم کم هم فکر میکنم دارم میرم اون سمتی. ولی میگم اون، میدونی هممون داریم اون لحظه هایی هستش توی زندگی که نه بریک اپ داری، قبول نمیشی برای یه کار، رزومت تخمی بودش، نمیدونم دانشگاه قبول نمیشی، یکی فوت میکنه تو فامیلت، یا هر هزار تا تراژدی کوچیک و بزرگ دیگه که یهو آدم جلوی آدم میتونه یک obstacle باشه. و من قبلا هم اینم خیلی بهش تاکید کردم و صحبت کردم که این یک کتاب بود برادرم بهم داده بود، The Obstacle is the Way. و obstacle چی میشه به فارسی؟ میشه مانع. یعنی مانع خود راهه و این واقعا اینو خیلی قبول دارم، چون هر دفعه تو زندگیم یه مانعی بوده از توی اون برای من خیلی جای پیشرفت و گروت و قوی تر و بهتر شدن بوده. برای همین این مانع ها بهشون بگو ایسا. من یه سوالی دارم ازت. بگو. دنیا دیگه باید چقدر از این تخمی تر باشه که ما بپذیریم که این موانع بخشی از زندگیه دیگه؟ چجوری باید، خیلی بی‌ادبی میشه فلانمون بذاره که ما بفهمیم که آقا اون گله، من گله بلبله از کجا اومده؟ آقا زندگی همینه، زندگی من همینه. تو فکر کردی مثلا سبای تیست آف فیتنس نمیخواد یه روز از صبح از خواب پاشه و یه جوری بدنش رو زمین بزنه که مثلا شبش رو نبینه؟ حالا فقط مثلا ابزار من کیسه بوکسمه و رفتن و موج زدن بهش بدون دستکش بوکسه، یه جوری که یه جوری خون مثلا ناکلام چی میگنی بندای مشتم یه جوری مثلا خون بیاد که مثلا اون درد لذت داشته، منم اون دوره رو گذروندم. بابا ما انسانی، مثلا اینا تعریف یک انسان نرماله به نظر من، نداریم مثلا غیر این تعریفی نداریم. هر جایی هم، هر پیجی هم، حالا اینستاگرام کاور مجله است، همون ویترین سازی است که من به خاطرش مخالف سوشال میدیا بودم. خیلی مزخرفه، خیلی غلطه، خیلی چاخانه محضه. نه، ما همین هست. حالا آره، منم واقعا موافقم که از شکست هام و از نشدن ها خیلی بیشتر درس گرفتم تا از موفقیت هام. این اصلا ذات انسانه که برای شکستاش و نتونستناش و نشدن ها و بدشانسیاش خیلی بیشتر غصه میخوره تا مثلا اون اتفاقات خوبش. ولی خب تو دو راه داری، یا اینکه هی نسبت این قضیه عصبانی باشی و نتونی تهدید رو به فرصت تبدیل کنی، یا اینکه بیای بازم شاید مثلا این برمیگرده به بک‌گراند دیزاین من. برای همین من مثلا اون دوره‌ای که توی دانشگاه بودم، بعد دو تا مسیر جلوی پای در واقع من بود، یا خیلی از کسایی که وارد فیلد آرت میشن، یا اینکه فاین آرتیست بشن که میشن همین آرتیستای در واقع استودیویی که خیلی سابجکتیو آرت، یعنی اینجوری که آقا من هر کاری بخوام کار هنری خلق میکنم دیگه، تخمم هم نیست که مثلا اگه خواستی حال کنی میای میبینی تو نمایشگاه من، اگه نخواستی میری هری. من شو ممکنه که پیپیمو بریزم تو کن بذارمش توی نمایشگاه، یا مثلا ممکنه یه کار مثلا پورتری خیلی خفن و خوشگل و اینا درست کنم، واسه مثلا مهم نیستش، یعنی مخاطب رو اینجوری جذب میکنن که هرچی من دوست دارم. یه چیز دیگه هم هستش که حالا به نظر من تفکر دیزاین بیسه، که تو نیاز مخاطب رو میای در واقع میسنجی، ببینی که مارکت چی میخواد، کاربر چی میخواد، و بر اساس اون میای تیلر میکنی و چیزها رو تغییر میدی. راجع به این مسائل آبستکل و موانع هم تو میتونی آدمی باشی که هی بذاری فکر کنی این موانع چقدر بهشون فوش بدی، یا اینکه بیا ببینی چجوری با اینا میتونی مثلا زندگی کنی، و چه بسا اون چیزای در واقع رو مخ رو تبدیل بکنی به موقعیت. ببین سخته ها، چیزی که من مثلا میگم هلو به پرت و گلو نیست. من یادم یکی از پرفشارترین در واقع موقعیت هایی که تو ایران بودم داشتم، سوار تاکسی شدن بود.
از این که حالا بسته نفر بچپن اون پشت و حالا یکی مثلا چسبیده به تو نمیدونم مزاحمت ایجاد میکنه بگیر تو گرمای هوا و نمیدونم راننده های رانندگی بعد آلودگی هوا. من مثلا اینجوری دیدم اوکی سبا ببین تو هر روز باید از مثلا فلان منطقه تهران بکوبی بری انقلاب، اینو دیگه نمیتونی کاریش کنی که، این کارو باید تو بشین تو تاکسی. ببین از همین موقعیت به ظاهر رو اعصاب چجوری میتونی یه کوچولو این رو به نفع منافع خودت کنی. و من همون موقع یادمه که من بهترین اسکچامو، من اون موقع مثلا خیلی طراحی میکردم و قفلی بودم رو اینکه یه دفتر اسکچ بوک کوچولو داشتم که گردنبندش کرده بودم به گردن من بود، اینو سری باز میکردم میکشیدم مثلا شروع میکردم نقاشی کردن و خب کلی اون همون اسکچای کوچیک چقدر منو موفق کرد بعدا تو کریر و توی جاب گرفتن و توی دانشگاه پذیرش گرفتن و اینا. یعنی منظوری که این آبستکل ها واقعا بعضی وقتا بهترین دوستای تو هستن. یعنی هر چقدر که این چیزی که من میگم کلیشه‌ای به نظر بیاد، حالا ممکنه از 5 تا آبستکل تو 4 تاش واقعا زمینت بزنن، اما یکیشون هست که واقعا میتونه تبدیل به فرصت بشه. آره این پادکست همین بوده اصلا برای من. مثلا یعنی اصلا کل کانسپتش بر اساس همین حرفی که تو زدی ساخته شد و الانم برای من هنوزم میدونم خیلی کیف داره چیزایشو خیلی بالا پایین و بحثا و ولی برای من هنوز اصل ماجرا یک حالت اوپن تراپیه. یعنی واقعا وقتی که افسردم هیچی بیشتر از این حالا هم بهتر نمیکنه که بیام با یکی اینجا صحبت کنم و این کانورسیشن همو با همه به اشتراک بذارم. ببین من خیلی جالبه، حالا خیلی ها بهت گفتن احتمالا که آره مثلا این پادکستت همین که خیلی خودتی و فلان و اینا خفنه، اما یه چیز جالبه اینه که من داشتم اون روز فکر میکردم، خب من موقع دو اکثر پادکستات رو گوش دارم، مخصوصا که از وقتی که قرار شد بیام تو برنامه دیگه یه جورایی شبیه تکلیف شده جی بودم که دیگه برم لان ران و اینا که بیشتر اپیزود گوش بدم که آشناشم که چجوریه و فلان و و اینا. بعدش فکر میکردم جالبه با اینکه خیلی چیزایی که تو اوپن اپ میکنی اصلا مسائلی که فقط خاص خودته و شاید خیلی از مخاطبا نفهمند و ارتباطاش برقرار نکنن، اما تاثیر مثبتش حتی به منی که شاید ارتباط برقرار نکنم من باز منتقل میشه. صرف اینکه آقا این ایده رو تو انداختی، مثل در واقع یه تومه‌ای که توی اقیانوس میندازی که شاید یه ماهی مثلا درشت خوشمزه‌ای اونو بگیره، این قضیه اینکه از جنرال ایده، یعنی کانسپت خیلی کلی که تو بیای اوپن اپ کنی، حالا این آنچه که اوپن اپ میکنی ممکنه اصلا اون چیزی نباشه که من باهاش ارتباط برقرار کنم، اما خود همین چقدر حال آدم ها رو میتونه خوب کنه و چقدر جالب بود برای من. آره و توی ارتباط با بچه‌ای که بر من پیغام میدن که نمیدونم سویسایدالن یا افسردن یا میدونی و این موضوع که نیاز دارن شنیده بشن، خیلی تاکید کردم تو این پادکست و میشم یکی یکی مسیجا رو گوش میکنم و جواب میدم و کلی هم رفیق پیدا کردم تو این راه و میدونی حالا تو مثل یه جوری برادر بزرگتر خیلی ها شدم و نه اینکه خیلی چیزی حالی باشه، ولی فقط مثلا میتونم تنها خدمتی که میتونم بکنم بگم بچه من این تجربه رو کردم، شاید به درد شما بخوره که مثلا این اشتباهی که من کردم شما ها نکنید یا هرچی. من که بخوام مستقیمم، هیچ وقت هیچی پریچ نکردم تو این پادکست، هیچ وقت نرفتم بالای منبر بگم بای مردم فلان کنید، نه میگم من این کارا رو کردم، حالا از بینش هرچی خودتون یاد گرفتین یا نگرفتین به خودتون ربط داری، اصلا هرچی مثلا نشه کنید بشینید گوش کنید و بخندین به همه حرفم، اصلا مهم نیست. این پروسه ولی به اشتراک گذاشتن و صحبت کردن در مورد این چیزها یه چیزی بود که هم برای من یک نیازی بود، هم احساس میکنم برای جامعه ما هم واقعا یک نیازی بود که بتونیم اصلا خود این پادکست باعث شد کلی پادکست دیگه ساخته شد، باعث شد کلی آدم با هم وصل شن، باعث شد کلی آدم ها عاشق هم دیگه بشن، دن با ترتیب هم دیگه رو بدن و یعنی انقدر حال میکنم تمام آدمایی که دوست شدن از این طریق با هم دیگه و یه حالت یک خانواده خیلی اول خیلی خانواده کوچیکی بود، چند نفر بودیم دور آتیش، الان اصلا انقدر بزرگ شده این آتیشه که نمیدونم دیگه با چه جوری منیجش کرد و خود اونم یه چالنج و یه مانع دیگه است که با از روش رد شم و تو این پروسه امیدوارم که
خودم رو یه جوری بگاه ندم و دوباره ایگو پیدا نکنم و مغرور نشم فلان و تمام این چیزا و دوباره این چرخه احمق بازیام شروع نشه، چون الان تازه دارم به یه جایی تو زندگی میرسم که واقعا احساس خیلی خوبی نسبت به همه چیز میکنم. این به نظر من یکی از مهارتایی که به نظر من خیلی خفنه که آدما سوا از اینکه تو چه زمینی دارن توپ میزنن رو خودشون کار کنن که بتونن این دوربینای خفن هی تو میتونی روش لنزای مختلف سوار کنی، از تله واید، ماکرو، نمیدونم فیشای فلان و بهمان و اینا. وقتی که حالا این اتفاق دقیقاً واسه من افتاد و چند وقت پیش داشتم با این دوستام صحبت می‌کردم، درد دل می‌کردم راجع به کسی که حالا اینفلوئنسر یا پیج پابلیک و مخاطب زیاد داره. این به نظر من یه مهارت خیلی لازمیه که تو بتونی هر چندگاهی توی هر سیچویشن و موقعیتی که زندگیت هست بتونی یه چند تا قدم بیای عقب‌تر و زندگی خودت رو از بالا نگاه کنی و شروع کنی آسیب شناسی کردن. این که مثلا آدم ها خیلی راجع به صداقت صحبت میکنن، به نظر من یکی از مؤلفه های صداقت همینه که تو این توانایی رو داشته باشی که بعضی وقتا خودت رو توی زندگیت بتونی از بالا نگاه کنی و این خیلی به من کمک کرده برای اینکه دچار اون در واقع انحراف های تخمی نشن که مثلا به قول تو الان تو گفتی که مثلا ایگو بگیره من و فلان و اینا. من چند وقت پیشا خیلی جالب بود یه فیدبکی برادرم به من داد امسال که من رفتم ایران که پیج من بزرگ شده بود و اینا و منتقل کرده بود به یکی از دوستام که آره سبا عوض شده یه مقداری این پیجش که اینجوری بزرگ شده و اینا یکمی تغییر کرده. بعد اینو من بعدن شنیدم و از رفتاراش هم معلوم بود که این حس و راجع به من داره و خب رفت رو مخم دیگه، اینجوری بودم که یعنی چیه مثلا عوض شده و فعلا من دوست ندارم از اون در واقع بیلیف ها و ارزش هایی که برای خود من مهمن فاصله بگیرم و اینا. بعد نشستم دقیقا یه لحظه اینجوری دیگه بگم که سوا تو این قضیه تیست آف فیتنس و این در واقع شخصیتی که از خود تعریف کردی رو بعد یک بار دیگه بشینی یکمی از بالاتر، نه از دید سوا، یه دید از بالاتر نگاه کنی ببینی چیه داستان. بعد قشنگ نشستم ببینم. بعد خیلی هم من اینجور مواقع سعی میکنم چون کار خودمه این تیغه در واقع انتقادم خیلی تیزه، اینه یه قصابم قشنگ و یعنی هیچ مرهم لطف و ترحمی نسبت به خودم ندارم. دیدم که واقعا راست میگن، من انقدر عادت کردم به این که یه کار خیری بکنم و یه عده زیادی به خاطر یه کار کوچیک من ازن تشکر کنم، به هم پیغامای محبت آمیز بزنن، که وقتی که همون کار رو من برای یک فرد نزدیکم میکنم، حالا چه اعضای خانوادش دوست صمیمیم، چون فیدبکی که میگیرم فقط از اون یک نفر دوست صمیمیم یا یک نفر خواهر و برادر و مادر و پدرمه، میبینم که اصلا برای من ارضا کننده و رضایت بخش نیست. مثلا یه مثال بزنم، مثلا من میام تو پیجم دستور یه سالاد سالم رو میذارم، من توی پیجم اگه اینو بذارم حداقل 200 نفر از من تشکر میکنن. وقتی همون دستور سالاد رو مثلا میام به رفیق صمیمیم که حالا مثلا با اضافه وزن داره کلنجار میره شیر میکنم، یک نفره که به من مثلا میگه سوا دمت گرم مثلا خیلی این حال داد. انقدر عادت کرده بودم به این قضیه که یکی کار خوبی میکنم 200 نفر حداقل به من فیدبک مثبت بدن و این باعث شد که من رابطه‌ام با آدمای نزدیکترم تحت شعاع قرار بگیره. و مثلا من اینو همین چند وقت پیش با همین تغییر نگاه هم و اینکه از بالا به قضیه سبا و پیجش نگاه کردم متوجه شدم و این به نظر من خیلی مهارت خوبیه که آدم ها هر چندگاهی به صورت پریودیکال به خودشون از بالا نگاه کنن و قشنگ نقد کنن خودشون. ترس نداری که خودت دیگه خودتو داری نقد میکنی، قشنگ برو تو شکمش ببین کجا داری یه کاری میکنی و اینقدر غرق نشی توی خیلی نزدیک به سیچویشن و به رخ داد و اون اتفاقی که داری میفته، خیلی بهش نزدیک نباشی، یه کمی ازش فاصله گیر تا بتونی بهتر تحلیلش کنی. من تو این قضیه خیلی اوکی ام، چون رفیقای خیلی نزدیکم دارم که اصلا پادکست همون گوش نمیدن، حتی شاید فوش هم بدم ولی هنوزم جزو بهترین دوستامن. خیلی میتونم جدا کنم این قضیه رو و نمیذارم رو مخم بره، که چون میگم اگه همونقدر اجازه بدی چیزای خوب و اون لایک های زیاد رو تاثیر بذارن، اون چیزای منفی هم بیشتر و بیشتر رو تاثیر میذارن. آفرین.
و این موضوع چیزی که چه کوچیک چه بزرگ همه یه جورایی تجربه میکنن دیگه. و من دیدم خیلی این کلمه توقع خیلی وقتا پیش میاد که چرا فلانی مثلا به من حال نداد، چرا کمک نکرد، چرا لایک نزد، چرا شیر نکرد یا هر چی، که من خود منم یعنی میگم یعنی کاملا یه دوره خیلی دلم پر از تنفر بود و عصبانیت، به خصوص بعد داستان بابام و یه توقع غیر منطقی و عجیب غریبی از دنیا داشتم و یه زمانی طول کشید تا تونستم خودم رو آروم کنم، به جایی برسم که دوباره از بیرون خودم رو نگاه کنم و کم کم این تیکه های شکسته شده خودم رو به هم بچسبونم و دوباره از نو یه آدم جدیدی بسازم. یعنی همونم، یعنی من هنوز همون پخیم. آخه یه چیزی که همیشه به من دوستان میگم مثلا یه سری دوستان تو همیشه دیدم گفت مثلا 10-15 سال منم گفت آقا تو همون گویی که همیشه بودی. همیشه خیلی عجیبه با اینکه مثلا بزرگتر شدی، نمیگم یعنی خیلی چیزام تغییر کرد، ولی اون چیز اصلم، یعنی این آدم خیلی دیوونه و ماجراجو و عاشق ادونچر و این چیزا همیشه سر جاش بوده توی دلم. یعنی این یه چیزی که منو خیلی جوان نگه میداره و همیشه به من انگیزه میده برای این و همیشه برام سواله که کی میتونم آروم بگیرم، یعنی یا همیشه همین مسیرم و همینجوری خواهد رفت تا آخر، ولی توی پروسه هم دیگه الان دیگه و نمیتونم اوورثینک هم بکنم در موردش، چون اونم که چیزیو حل نمیکنه. و یه مسئله که من با خیلی از بچه‌هایی که مثلا الان با من درد و دل میکنن در مورد مسائلشون واقعا میبینم که چقدر اوورثینک میکنن. مثلا که من مسیج میزنن که آقا وای من یه یکی عاشقش بودم و مثلا چند وقت بریک اپ کردیم و هنوز تو فکرشم. مثلا میگم خب چند وقت گذشت؟ مثلا میگه 4 سال. میگم بابا بی خیال، 4 سال هنوز تو فکر یاروی دیگه، این دیگه ضعف از تو اصلا به طرف ربطی نداره. میدونی اصلا باید اصلا نباید تو داری به اون آدم قدرت میدی که 4 سال توی مغز تو به قول آمریکا میگن رنت فری داره زندگی میکنه، بدون که پول اجاره بده داره مجانی زندگی میکنه توی مغز تو. اینو یه ذره همه زمان میبره بالاخره یه سری پروسا هیل کردن و بهتر شدن، ولی آدم هرچی زودتر به خودش بیاد و بتونه از اون منارد شه خیلی زندگی خودش راحت تر میشه. من اصلا اجازه نمیدم، یعنی واقعا اجازه نمیدم که چیزی بیاد تو فکر و ذکرم که بیش از یه حدی. مثلا اپیزود قبلی چیزی بود که خیلی ناراحتم کرد و خیلی درگیرم کرد و میتونم سر اون موضوع همینجوری فیکس کنم خودم و کلی عذاب وجدان داشته باشم و ناراحتی تو خودم رو سرزنش کنم، از خودم متنفر باشم و تا آخر عمرم همینجوری بزنم سر خودم، یا میتونم قبول کنم، مسئولیت رو بپذیرم و واقعا تمام سعی و تلاشم بکنم که خودمو بهتر بکنم هر روز، چون اون گذشته رو دیگه کاری که نمیتونم بکنم، من فقط آینده دستمه که بتونم هر روز سعی کنم تصمیم بهتر و درستری بگیرم. مثلا نمیدونم چی شو داریم در مورد چی داریم حرف میزنیم، من خودم اینقدر چند قلوب زدم از این بربونه نمیدونم بحث به کجا رفت. ببین بازم در نهایت حتی این نقطه ضعفایی که راجب خیلیس دیگه ما متوجه میشیم وانه نازه، به نظر من بازم خیلی میتونه بازی رو عوض کنه وقتی که خود اون فرد حتی نسبت نقطه ضعفاش هم آدم میتونه خیلی چیل برخورد کنه، بگه آقا من در این زمینه خب مثلا ریدم، حالا اوکی دیگه، حالا مثلا سوغات، حالا مثلا چرا من باید مثلا همه چیز رو راجب خودم فیکس کنم؟ مگه من آدمیم که مثلا 4 سالم به قول تو رنت فری میتونم یا آدمی رو تو ذهنم نگه دارم؟ به قول تو 2 راه دارم، حالا یا یکم زور زدم دیدم یا خیلی زیاد زور زدم دیدم این حل نمیشه، یا اینکه بتونم یک زندگی رو حول محور این قضیه. سبا قطع شدی ایسایم وایسا ساد الان قطع بس شد، سیگرد خودم شکل بدم که الو. حتی همینم میتونه یه جایی تبدیل بشه به یک اکچولی ادوانتج تو. سبا صدای من میاد؟ الو سبا قطع شدی، صدای نداری الان؟ الان دارم صدای تو هست، الان دارم صدا تو. اوکی یه ذره قطع بس من ایرپادامو در آوردم.
آره. اون نکته آخر تو میتونی باری بگی، داشته در همین داستان رنت فری میگفتی. آره داشتم میگفتم که خیلی وقتا ما مثلا خصوصیات منفی خودمون رو هم که اگه بشناسیم و درست دیگه مثلا ببینیم که آقا ما نمیتونیم مثلا این مشکل شخصیتیمونو سال هاست که سعی کردیم مثلا رفعش کنیم نشده. من آدمیم که آره اینطوری دارم، چهار سال یه آدمی رو یا یه وضعیت ناجوری رو تو ذهنم نگه میدارم. من به نظرم حتی اگر شما یه فردی وقت بذاره و بپذیره اون قضیه رو، حتی این ویژگی که توی یه کیسی ممکنه منفی باشه توی یک سناریوی دیگه به نظر من میتونه مثبت باشه. مثلا همین آدمی که چهار سال یه کسی رو تو ذهنش نگه داشته، من مطمئنم این آدم نسبت به مثلا یاد گرفتن یه چیز جدید، یک مهارت جدید، یک نرم افزار جدید، زبان جدید یاد بگیره، تو اونم خیلی آدم قفلیه، تو اونم خیلی پیگیره، تا مثلا نره تحتشو در بیاره مثلا بیخیال نمیشه. خب آره توی قضیه رابطه با ریلیشنشیپ این ویژگی خیلی چیزی که تو رو به فنا میده، اما اگه تو اینو مدیریت کنی ببری به سمت چیزی که کمکت کنه به هدف نهاییت زودتر برسی و بهتر برسی، اتفاقا میتونه یک ویژگی خصلتی و شخصیتی خیلی مثبت باشه. نمیدونم منظورم رو خوب منتقل کردم یا نه. فکر کنم کردی. توی این پادکست من معمولا آخرهای پادکست یه سوالی از مهمونام میکنم، اونم اینه که یه چیزی با ما شیر کن یا اعتراف کن که تا حالا پابلیکلی به هیچ کسی نگفتی. میتونه یه چیز خیلی سطحی و احمقانه و مسخره‌ای باشه، میتونه یه چیز خیلی بزرگ و عجیب غریب و فریکی باشه، ولی واقعاً یه چیزی که سابا تیست آف فیتنس کسی در موردش نمیدونه. خیلی به نظرم با وجود اینکه من خیلی سعی میکنم بگم و اوکی باشه، یعنی اینجوری هم که اگه چیزی رو میگم راسته، اما اگه یه چیزی رایی رو نمیگم نخواستم بگم. حالا ببینم تو اون چیزایی که نخواستم بگم چیا هستش. اصلا لازم نیست عجیب غریب باشه، چه میتونه یه روتین مسخره باشه که مثلا مسواک مثلا فقط صبح میزنی، یه چیزی که فقط منحصر به فرد خود توه. همیشه این سوال سخت. من... بگو. آره سوال سختی. الان یه چیزی که به ذهنم رسید من این حیوانات خونگی مثلا مثل گربه و سگ و این نوک دماغاشون که خیسه خیلی دوست دارم. یکی از ضربه ها مؤلفه‌ای اینم هست که مثلا اون حیوان خونگی سالمه. ما مثلا گربه دارم، بچه ها میشنسن اسمش تایگره. این مثلا برای این که چک کنم وقتی که رفتاره ویرد میکنه، مثلا حالا یه دستشویی نمیره یا بیشته هاست و اینا، بعد همچه از نوکه دماغش اینجوری دست میزن اینا خیصه یا اوکی مثلا اوکی حالش خوبه با اینا. بعد خیلی دوست دارم این نوکه دماغشون رو ماچ کنم، مون خیسی شد بارم خیلی کیوته و اینا. اونم تنها چیزیه که شاید هیچ کس نمیدونه، خودم هم الان فکر کردم دارم که من چرا همیشه وقتی گربه ها میخوام ماچ کنم و بچلونمش اینو که دماغشو ماچ میکنم. چقدر باوزه. نه خیلی باحال بودی، چیز خیلی خوبی بود. سبا خیلی حال داد کانورسیشن امروز و دمت گرم که قبول کردی این دعوت رو که بیای. و نمیدونم پروژه جدیدی چیزی جایی هستش که بچه ها بتونن تو رو بیشتر پیدا کنن آنلاین، یا کاری هستش الان کمپینی چیزی برای این برنامه فیتنس چیزی داره که بخوای در موردش صحبت بکنی؟ آره اتفاقا پیج من همیشه اتفاقی توش داره میافته و 8 روز دیگه هم اتفاقا یک چالش دوره ورزشی. من خب کلا پیجم سر همین چالش‌های ورزشی که راه مینداختم تو دورهای مختلف خیلی گل کرد و اینا و مورد استفاده قرار گرفت و دوباره یکی از همونا اتفاق خواهد افتاد به زودی. و خب من چون به صورت دیگه آفیشیالی هم مدرک در واقع پرسونال ترینینگ گرفتم، کلاس‌های خصوصی و نمیدونم پکیج‌های کلاس‌های آنلاین هم هستش. و خب هدفم هم در نهایت همونی که گفتم، رسالتم این بوده که دسترسی رایگان به مطالب با کیفیت در واقع تو این حوزه برای ایرانی ها همیشه وجود داشته باشه. و در نهایت هم من میدونستم خب از سام پوینت وقت در من قبخ میذارم قراری که این قضیه خب کمکم بکنه به
در واقع قضیه معیشتی زندگیم، اما پیش خودم همیشه این اجندا و این چارچوب رو داشتم که همیشه در کنار حال فعالیتایی که به من از نظر اقتصادی کمک میکنن، یه کانتنت و محتوای رایگانم برای کاربرا داشته باشم. و خب این اتفاقیه که به نظر من باعث شدی که پیج من مورد توجه قرار بگیره و میگم کیفیت قضیه و اینکه آپ تو دیت باشه و هنوز مثلا همون چیزایی، چون بالاخره فیتنس همه چی توی همه چی و از جمله فیتنس خیلی هر روز داره اینوویشن و نوآوری و اینا اتفاق میفته. و آره اگه دوست دارن که ورزش رو عادت بکنم، چون من کلن مخالف اینم هستم که برای مناسبتم عروسی فلان خودم قرار ازدواج کنم یه مناسبتی یه فردی تصمیم بگیره، یعنی اینا میتونن در واقع جرقه بزنن برای اینکه یه چیزی رو یه فردی شروع بکنه، اما نباید انقدر براش ددلاین صفر بزنن که آقا من تا این تاریخ میخوام یه کار مثلا خوب و خفن رو بکنم، اما از اون تاریخ به بعد حالا فکری اصلا راجبش نکردم. خب مثل جیما که یک ژانویه همشون پولدار میشن، همینن یک ژانویه ثبت نام میکنن تو جیما، سه روز بعدم ممبرشیپ کارتو میندازن دورو. دقیقاً. و واقعا حالا مثلا این مثال خیلی دیگه داره الان استفاده میشه که من دوست دارم که همین ورزش و تحرک و رسیدن به صلح با خورد و خوراک و تغذیه، چون اینکه مثلا یه دایت های مخمم اینترمیت فستینگ و اینا در واقع چیزایی هستش که خیلی هی مود میشه، بعد یه روزی همه علیه چربی، یعنی یه روزی همه علیه کربوهیدراتن، حتی پروتئین هم یه دوره‌ای توی تاریخ چیز بوده که علیهش نمیدونم کلی جنبش ها سر و صدا میکردن و اینا، ولی پیدا که شناخت بدن خودمونه اینکه چه چیزایی براش خوبه، بالا بردن آگاهیه، یعنی واقعا به نظر من یه بخشی از همه این چیزای روانشناختی و صلح با بدن و خیلی از این چیزا قضیهش به نظر من با بالا رفتن آگاهی و سواد بیسیک، یعنی همه قرار نیست متخصص تغذیه باشن، همه قرار نیست که از اول تا آخر مثلا ورزش و فیتنس و فلان و اینا رو بدونن، اما همین که بدونن چه چیزی برای بدن خودشون جواب بده، این انرژی رو بزنن که بدن خودشون رو بشناسن. من میخوام که اون پلتفرم من باشم و بهشون کمک کنم که با دونستن یه سری مبانی علمی و اصولی که دیگه امتحانشون رو پس دادن، آدم ها بتونن راه خودشون رو پیدا کنن و دیگه اونو بکنن سبک زندگی و نگرانی نباشن. دلیل نداره یه کسی که مهندس نمیدونم سخت افزاره یا موزیسینه یا مثلا پرستاره صبح تا شب دغدغش وزنش باشه، هیکلش باشه، اون کار اون ما باید بریم مثلا در بیاریم که تو باید چه جوری ورزش کنی، چی بخوری چی نخوری. در نهایت این که تو بیا اینجا ببینی کدوم از این همه در واقع آپشن های موجودی که اصولی هستن، این خیلی مهمه، چون آپشن های تخمی که تو رو بزنن زمین بزنن و نتایج برعکس و بدتر بدن هم زیاده، یه وقتی رو بذاری اون دانش و سواد بیسیکت رو، بعضیش به نظر من در حد واقعا علوم، مثلا علومی که ما تو دبستان و دبیرستان و راهنمایی خوندیمه، همونا رو استفاده کنی. من میام به تو میگم یا خیلی پیجای دیگه میام به تو میگن که آقا مثلا این جور چیزا ثابت شده، حرف مثلا من و دختر خالمونه، من دختر همسایه این رژیمو گرفت لاغر شد و اینا نیستش، اینا چیزایی که واقعا افرادی که کارشون اینه که توی لب‌ها و آزمایشگاهایی که کلی زیر پاشون بودجه ریخته شده و تجهیزات مفصل رفته اینا رو تست کردن، ما داریم از نتایج اینا رو با شما شیر میکنیم، شما اینا رو بیان یاد بگیر، بعد یه چیزی که واسه خود جواب میده رو دیگه انتخاب کن و دیگه اونو بکنه سبک زندگی. یعنی من یه روزی بتونم این کارو بکنم، هم از نظر تحرک و هم از نظر نوع رژیم و سبک و سیاق تغذیه، واقعا خب این هدف منه از این فعالیتم توی صفحه تیست آف فیتنس. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب، خیلی حال داد سبا، مرسی که دعوتم رو قبول کردی و اومدی امروز، و اگر برنامه یه چیز جدید بارید که داشتی بازم خوشحال میشم برگردی با هم دوباره بگیم و حرف بزنیم در مورد این چیزا. حتما، مرسی که این پلتفرمتو با منم به اشتراک گذاشتی که بتونم با آدمای جدیدتر و گروه های مخاطبای جدیدتری ارتباط برقرار کنم، خیلی هیجان انگیزه. قربونت برم، مواظب خودت باش، حالا توی فستیوال اکویناکس هم دیگه رو میبینیم ایشالله این کرونا بره. آره ایشالله. مواظب خودت باش، شب خوبی داشته باش. بی خواب خوابالو
مثل یه ابر علاف هی این ور و اون ور میرم، بی حوصله می نخشه با صورت نشسته هی خودم و دلداری میدم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر